وایسا. آقا فیروز، آقا فیروز من اینجا کمک. ما اونجا چیکار میکنیم؟ وایسا ببین. آقا فیروز بابا بدادم برس. وایسا دیگه. بابا یکی بدادم برسه. آقا فیروز جون مادر دین رو نگرش دار. الان میبکه بیرم بابا. بیا بیرون. من کمک. آقا بنداز بیرون. بابا نمیتونم گیر کردم آقا فیروز. بیارزه. منو بیار بیرون. جلال خالق تو اینجا چیکار میکنی؟ تو ماشین بودی؟ آه شما چرا میرونی؟ به تو چه؟ تو با ایزه کی سوار ماشین شده بودی ها؟ مالا مثل موش مرده ها قایم میشی آره؟ بیا پایین بینم این سراخه پاشو بیا پایین بچه تو به چه حقی سوار ماشین شده بودی؟ میدونی اگه یه دونه اون خامپاره خورده بود به ماشین الان هزار تیکه شده بودی؟ به خدا من نمیدونستم اینطوری میشه حرف زیادی ما گفت بیا برو بینم بکرد اینجا خونه خاله اثره؟ تو اینجاشو به مسئولیت خودت اومدی؟ حالا به مسئولیت خودت برگرد برو حالا آقا فیروز چرا نراحت میشه؟ حرف نباشی بزن برو بادو آقا فیروز آخه اگه بهتون میگفتم به من نگو آقا فیروز بهت گفتم از اینجا برو برو فکر کارت آخه من اینجا رو بلد نیستم گم میشم مگه من نامه فدایت شوام واسه تو فرستاده بودم که پا شدی اومدی اینجا یالا برو بینم بادو آقا فیروز من فقط میخواستم برم خط نمیرسم که آقا فیروز آقا فیروز اصلا به من چه؟ خاک به سرم شد سعید 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 ترسیده؟ من خودتاریم نشده پارش رو بینم ببینم طورید که نشده ها؟ طورم نشده ترسیده؟ ببینم میخنده ببند اون نیشتا عجب روی داری تو بچه کی بهت گفت اون جلو بیا بشینی؟ خودت گفتی بیا من غلط کردم لا اله الا الله بذار برسیم یه جای درست حسابی بهت میگم رحیم جان دوتا کمک بفرست جناح راست ببین مهمات کم داریم بگو الکی نزنن قاسم جان جانه خرابت کردن یه حالی بهش بده چشم باجی شما اینجا چیکار میکنیم بریم تو سنگر بدویم بینم بدویم بدویم ببین حسین جان نگوشی آقا جون نقل نبات نداریم حواست هست عروسیه ببین مهمونا تو حیات حاصلشون سر رفته میخوان بیان تو اتاق مفهومه؟ میخوان بیان تو اتاق بدایین بدایین دوتا تانگ دارن از جنای چپ میان خب بگو بچه های کمی ترتیبش بدن کدوم گلوله دوتا گلوله بیشتر نمونده گاومون ضعیف اگه عراقی ها بفهمن دستمون خالیه امونمون نمیدن چی کار کنم حجی؟ نباید نزدیک بشن اکبر اکبر بزنه حسابی گاومون زاییده پس چرا این مهمات نمیرسه حاجی مثل این که ماشین آقا فیروزه به همیشه به موقع بیاد رضا بودو به سیروز بگو هر طور شده جلو اون تانکا رو بگیره الان که ماشین رو بزنم بودو چی بود؟ واسه بودیم واسه که دارن گرامونو میگیرن پیادشو بینم حالا چکا کنیم من میرم پشتمون تحبیم ما
وقت یه حسابی حواس تانکاشون رو جلب کردم تو باید خودتا تیز برسونی پشت اون چاله چوله ها پیش بچه ها. کجاه؟ ای کوری اونا هاشن دیگه، وقت جهر و بحث ندارم، پیاده شو بینم. مواظب باش. بیشی چه با قلطی کردن این پسر بیخ بیخی اون دیگه کیه؟ چرا داره میره طرف عراقی ها؟ زده به سره دمش گرم. رانندش کی بود؟ رفیقت بود؟ بچه ها دیدن این ماشین رو تخلیه کنید و پناه بگیرید، برگردید سر جاهاتون. خدا این پسر کجا رفت؟ کجا داشتی میرفت تو؟ یه نفری حمله میکردی؟ داشتم میرفتم سمت خاکریز. اونجا که خاکریز عراقی ها نزدیک بود بیچاره ها رو ذره ترک کنی. آدم که بدون اسلحه حمله نمی کنه. قربون دست دیگه موشک بده، باید جلوشون رو بگیری. خسته نباشی پله بود نوکرت هم آجی مخلصم خیلی چاکرم خدا خیرت بده همه رو بین بچه ها تقسیم کنین چند تا موشکم ببرین تو سنگر کمی عالی بود مخلصم آجی راستی این پسره چطور شد؟ سالم رسید یا نه؟ آره بابا این دیگه کیه؟ نگو آجی انگار ترمزش بریده داشت میره تو شکم عراقی ها الان کجاست آجی؟ خلاصه به خیر گذشت فکر کنم تو سنگر کمین باشه راستی نگفتی کی بود؟ حکایتش درازه خواهده باشین مجید جون حاجی گم نذار بیان جلو اینا رو آوردم برمیگردم بازم بیارم بپه گولدار رو برده بیار بپه بفرمایید پس خرجش کو؟ خرجی چیه؟ بدون خرج آوردی؟ پول مخد؟ انگاری از مرحله پرت بابا موجی شدی بدون خرج آوردی بیا بگیر خودم برم بیارم
مجید برو بریم، زود باش بیا. برو اومدم. مجید یالا زود باش بیا، دارم فرار میکنم. اجون یلا بیا اینا بگیر، مواظبشون باش، اگه خواستن فرار کنن بزنشون، نذاری فرار کنن. بابا من آقا صبر کنید، من بلد بابا. چی چی میگه؟ الله يخليك اخويا. چی چی تو میگه؟ ول ول میکنه. الله يخليك اخويا. لا تضربنا. عم جلو نيت. لا تضربنا الله يخليك. جلو نيت. لا تضربنا. لا تضربنا. لا لا ما سوي والله ما سوي شيء. الله يخليك اخويا يرحمك. يرحمنا دخيل الخميني. بخيل بخيل خودته. درست صحبت كون. دير بالك اخويا، دير بالك، دير بالك. لا تضربنا اخوي، الله يخليك، لا تضربنا، لا تضربنا، هلا بهمن بزنم دو تا چشت رو کور کنه. هذا المحبس ما لي لك، هذا خلك اخلاص اخوي، هذا خلي لك، هذا هذا خليك يا اسطى بناس. الله يخليك يا ابو فكرت معنا متى بتخال كنا دره ساكن جو نخره بهمن بزن تو سرتونه رشتن مخد بدت پدرتونو در میارم فکرت بچه گیر ورده تخیلك اون یکم فرستادیم هوا باز آقایون موضوع چطوره؟ بابا پدرم رو دروردن، هی دخل مخل میکنه. بابا چون سم من رو باز دارد خواهد کنم. باشی ببینم، بشو ترک کنه. یلا ترک، ترک، یلا 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 تحرک، تحرک، یلا یلا یلا. سلام بچه ها، گل کشتی. قربونه تو. ممنون. اصل عرایش ما کنی؟ یاد بگی نصفتون. شیطونه میگه همچی بزنم تو سرش. از هره کی گرفتی؟ مگه من بهت نگفتم بیا این ور خاک ریز؟ چرا داشتی میدفتی اون ور؟ خلاصه گل کاشتی. خیلی ممنون. اسرا رو تحویل بدی. چشم جی. بچه ها سری برین تو سنگر، اینجا رو الان گلوله بارون میکنن. مگه تو حرف حالی نیست بچه؟ فیروز جان ماشین تو ببر تای خاک ریز. چشم جی. ده تو بودی همینطوری میرفتی جلو؟ بله. من کجا دیدمت؟ ایستگاه صلواتی. بله. تو به چه مجوزی اومدی تو خط ها؟ خیلی خوب، فعلا برو تو سنگر تا تکلیف تو روشن کنن. بجم بی برو اون اصله هرم تحویل صاحبش بده. برو. سلام. اینه برای چی را انداختی دنبال خودت؟ آجی اون پشت وانت قایم شده بود، من که نمیخواستم بیارم اینش. خیلی خوب، عیبی نداره، وقتی آتیش سبکتر شد ببره شقه. آخه آجی من تازه مونم کلی مجرور رو دستمون مونده، وسیلم نداریم، با این باید ببریشون بهداری. یا آجی جون من تازه اومدم، حالا نمیشه بمونم. میدونم، اما بچه ها واجب ترن. این پسرم چی اسمش؟ سعید کرامتی. اینم بفرست پیش آقا مصطفی، اینا اونجا براش بهتره. یعنی نبرمش ایسکا؟ نه ایسکا چیز زیادی یاد نمیگیره، اونجا باشه تجربهش بیشتر میشه. برو. چشم جون. Thank you.
بپر پایین بچه همینجا هست. حالا چرا اینجا؟ برمیگشتم همون ایستگاه صلواتی پیش همون اینا. ساکم هم اونجا هست. حاجی گفته بیارمت اینجا، حرفم نباشه. اینجا باید چک کنم، من که کاری بلد نیستم. با اینکه کاری بلد نیستی اون وقت میخوایی یه راست ببرنت خط؟ هر که طاووس خواهد میرود به باغ وحش. ببینم اون دستگاری که باب دادی بست نبود نه؟ میدونی چی چیه؟ من اصلا از اینجا خوشم نمیاد. میشه بفرمایی شما هر کجا خوشتون میاد؟ من دل بخوای بچه، من اگه جای حاجی بودم کاری میکردم تصفیهات رو بدم دستت، یه راست میفرستادم خونتون. برو چی؟ مگه من چکا کردم؟ بفرمایی چیکار نکردین؟ حالا دیگه اینجا وامیسی ختمتینا هم از سرت میپرن. همینه میخواستی آره؟ گفتی ایستگاه صلواتی بوده؟ بله. پس اینجا بردیش برای چی؟ همونجا وای میستاد کار میکرد دیگه. خب چه کارهایی بلده؟ تازه بارده، کار زیادی بلد نه. گفتی حاجی سفارششو کرده؟ بله. این که خیلی ریزه میزه است، به درد اینجا نمیخوره. ببینم انبارداری بلدی؟ نه. حساب کتابت چطوره؟ خوب نیست، درسام ضعیفه. انگار خیلی با انگیزه است. و حرفاش گوش نده، دنبال بهونه است، خیلی زود یاد میگیره. اتفاقا کاراش هم زیاد سخت نیست، هر کدوم از این بچه ها 7-8 تا کارو با هم انجام میدن. من میدونم که بلده. اگه بلد نبوده با تصفیهش بدین دستش، یه راست بفرستش این خونه. خیلی خوب. لازم حاجی گفتش که اگه یه وقت مشکلی پیش اومد. خب کاری نداری؟ به امان خدافظ. خب من دارم میرم، کاری که نداری ها؟ حساب چاقالی ما رو کردی، باشه به هم نگه میرسیم. چاقالی چی؟ به اون حاجی آقاتون بگو به خاطر یه تا کاسه آشرختن رو شلوار یه همچین کاری نمکنن، ما رو تبعید کرده اینجا. معلوم است چی داری میگی؟ اصلا آش چیه؟ تبعید کدومه؟ آخه تو چه میخوای بزرگ شی بچه؟ ببین حاجی اگه هم حرفی میزنه به نفعته، میفهمی؟ آه بله به نفعمه. فکر کرده من اینجا میمونم دیگه خط نمیرم؟ حالا نگاه کن تو چرت شده بچه، خیلی عشق خط داری. خط رفتن که کاری نداره، اونجا موندنه که کار داره. سعی کن یه کاری یاد بگیری که اونجا بخونه، نه این که قایم بشه اون پشت و با من بیای جلو. من میرم ایسکا ساکتو بردارم بیارم اینجا، شهر بپا نکنی. خدافظ.